چگونه از سود بعدی شیبا مطلع شویم؟ شیبا سوزی گسترده در راه است و بالاخره خبر مهم برای هولدرهای شیبا. شیبا در صرافی رابینهود لیست می شود. انفجار شیباینو در راه است. با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به شیباینو رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانال رو هم فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوها با خبر بشید. چگونه از سود بعدی شیبا مطلع شویم؟ شیباینو یکی از پرحاشیه ترین آلت کوین های بازار رندرس هاست. این توکن که هنوز هم ایده اعتقاد دارن که شت کوین است، در سال 2021 توانست رشد بسیار خوبی را تجربه کند. به گزارش سایت کریپتو، حالا و پس از رشد های شگفت انگیز به نظر می رسد که این میم به دلیل شرایط بد بازار رمزارزها وارد فاز انباش شده است. ناگفته نماند که بعد از هر فاز انباشتی که شکل میگیرد احتمالاً شاید یک موج سودی خواهیم بود. دیگر بر کسی پوشیده نیست که شیباینو به نوعی رقیب دوجکوین است. این میمکوین محبوب حتی توانست برای مدتی و از لحاظ حجم بازار بالاتر از دوجکوین قرار بگیرد و خود را به جمع 10 رمزارز برتر بازار برساند. بسیاری معتقدند که پروژه تازه تأسیس شیبا می تواند روند نزولی شیباینو را به پایان برساند. شیبا از نوامبر سال پیش در یک روند نزولی قرار دارد. اصولاً و بر اساس علم اقتصاد بعد از هر موج سودی قدرتمندی احتمال شروع فاز انباش وجود دارد. در فاز انباش قیمت دارایی مد نظر تغییر زیادی نخواهد کرد و برای مدتی در حرکات به اصطلاح رنج خواهد بود. فاز انباش بهترین فرصت برای خرید و ایجاد آمادگی برای موج سودی بعدی است. بازیگران بزرگ بازار در این فاز شروع به خریدهای سنگین می کنند و آماده سود بعدی می شوند. بنابر تحلیل های انجام شده بر اساس اندیکاتورهای مختلف احتمالاً شیبا در فاز انباش باشد و می توان انتظار ورود بازیگران بزرگ به این توکن را داشت. در این شرایط بهترین روش خرید پلی و مدیریت درست سرمایه است. شیبا سوزی گسترده در راه است. تیم توسعه ارز دیجیتال شیباینو خبر از راه اندازی یک پورتال توکن سوزی داده است. این پورتال قرار است به جامعه میم کوین در جهت توکن سوزی و کاهش مقدار عرضه برای افزایش ارزش رمزارز کمک کند. به گزارش سایت کریپتو، در یکی از جلسات ویدیویی برنامه در رسانه‌های اجتماعی که با حضور قاشوگرو یکی از اعضای تیم توسعه شیباینو برگزار و پیرامون توکن سوزی توضیحاتی ارائه شد، در این جلسه رسما اعلام شد که پس از ارائه نسخه جدید صرافی غیر متمرکز شیبا سواب، یک پورتال توکن سوزی نیز در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. این پورتال به شکلی طراحی شده است که به طور منظم فرایند توکن سوزی شیبا را برای کاربران آسان‌تر کند و به طور موثری حجم توکن در گردش را کاهش دهد. توکن سوزی یک فرایند مرسوم در دنیای ارزهای دیجیتال است. در این فرایند حجم توکن‌های در گردش کاهش می‌یابد، در نتیجه با کاهش عرضه قیمت افزایش خواهد یافت. در حقیقت توکن سوزی یک فرایند ضد تورمی است. واچرگور در جریان برنامه AMA گفت: ما می‌خواهیم به کمک این پلتفرم جدید میزان توکن سوزی را افزایش دهیم، بنابراین به کمک ابزار جدید عرضه به آرامی کاهش خواهد یافت. عضو مشهور تیم توسعه شیباینو همچنین خاطر نشان کرد که جامعه میم کوین باید در مورد مکانیسم سوزاندن ارز دیجیتال واقع بین باشد و نباید انتظار داشت که 90% کل توکن‌ها وارد فرآیند توکن سوزی شوند. لازم به ذکر است تا امروز حدود 41% از کل عرضه توکن‌های شیبا سوزانده شده است. به گزارش‌های پلتفرم شیبا که دادهای فرآیند توکن سوزی شیبا را ردیابی می‌کند، از زمان راه اندازی این ارز دیجیتال در مجموع 410 تریلیون شیبا سوزانده شده است. در ابتدا شیبا 1 کوادریلیون توکن داشت، اما 50% از این مقدار در یک قرارداد هوشمند برای تامین نقدینگی در صرافی یونی سواب بلوکه شدند. نیمی دیگر از توکن ها به آدرس کیف پول ویتالیک بنیانگذار اتریوم ارسال شده بود. ویتالیک مقدار زیادی از این دارایی به همراه مقادیر قابل توجهی از دیگر میمکوین ها را به صندوق ویروس کرونا در هند اهدا کرد. ارزش مالی توکن‌های شیبا اهدا شده حدود 1 میلیارد دلار بوده است. بنیانگذار اتریوم سپس حدود 90% از توکن‌های شیبا را طی یک تراکنش برای همیشه از دسترس خارج کرد. حجم توکن‌ها بیش از 410 تریلیون شیبا بوده است. جامعه شیباینو از آن زمان تا کنون تلاش‌های خود را برای سوزاندن شیباینو افزایش داده است. مؤسسه بیگر و برخی دیگر از شرکت‌ها به طور دوره‌ای رویدادهایی برای توکن سوزی برگزار می‌کنند. توسعه دهندگان شیباینو اعلام کردند که قصد دارند 99 هزار قطعه زمین را در فضای متاورس شیبا طراحی و توزیع کنند. 35 هزار قطعه از این زمین‌ها به دارندگان این توکن فروخته خواهد شد. و بالاخره خبر مهم برای هولدرهای شیبا، صرافی رابینهود آیا شیبا را در سال 2022 بالاخره لیست خواهد کرد یا نه؟ گفته یکی از مدیران صرافی رابینهود که چند وقتی پیش اعلام کرد هنوز عجله‌ای برای لیست کردن شیباینو ندارند و این به این معنی که در سال 2022 ارز دیجیتالی رو لیست خواهند کرد، ولی فعلا نمیتونن ارز دیجیتالی رو لیست کنند. و در یک مصاحبه هم که بودن چند ماه پیش انجام شد، صرافی رابینهود اعلام کرد که
عجله ای برای لیست کردن شیبا اینو نداریم، ولی به احتمال خیلی زیاد در سال 2022 شیبا در صرافی رابین هود لیست خواهد شد و با لیست شدن در صرافی رابین هود مطمئناً سوتاین گفتی به هولدرهای شیبا تعلق خواهد گرفت و بعضی از خبرهایی که راجع به لیست شدن شیبا در صرافی رابین هود منتشر میشه مطمئناً همینطور که میدونید باعث روند سودی شیبا خواهد شد. و در اوایل سال 2022 یک خبر منتشر شد راجع به اینکه تاریخ دقیق لیست شدن شیبا در صرافی رابین هود که خبرها بعضی خبرها شایع هستند، ولی این شایعه باعث روند سودی شیبا خواهند شد که باعث روند سودی شیبا شد، ولی باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد و به احتمال خیلی زیاد در سال 2022 شیبا در صرافی رابین هود لیست خواهد شد. ارز دیجیتال شیبا اینو حالا در بازار قیمتی 0.4023 با حجم کل بازار 13 میلیارد دلار برش معاملات 24 ساعته 821 میلیون دلار میباشد. قیمت آن در 24 ساعت گذشته حدوداً نزدیکای 3% کاهش یافته است. ارز دیجیتال شیبا اینو با تعداد سکه های 1 کوادریلیون به میزان نزدیکای 55% از میزان کل سکه های آن در گردش است. قیمت رمز ارز شیبا اینو در 7 روز گذشته حدوداً نزدیکای 7% کاهش یافته و در 30 روز 11% افزایش یافته. بیشترین قیمت ثبت شده برای ارز شیبا در تاریخ 6/8/1400 بود که حالا 72% با این قیمت هم تفاوت دارد. شیبا اینو در 90 صرافی ارز دیجیتال لیست شده که از جمله اونها میتونیم به صرافی بیت مارت و صرافی crypto.com و بعضی صرافی دیگه اشاره کنیم. حالا تغییرات یک ساعت مثبت بوده، ولی تغییرات 24 ساعت نزدیک 3% کاهش یافته، تغییرات یک هفته حدود نزدیک 7% کاهش یافته و تغییرات 3 روزی 11%، تغییرات 6 ماهه 205% افزایش یافته. و حالا در رتبه 14 بازار قرار داره که واقعا یک رتبه خوبی هستش و باید منتظر بمونیم که بعد از انفجار شیبا آیا این رتبه تغییر خواهد کرد و به جمع در ارز دیجیتال برخواهد گشت و جایگاه خودش رو حفظ خواهد کرد یا نه. اما در این بازار ارزهای دیجیتال که هر روز دارن ارزهای دیجیتال بیشتری روند نزولی رو در پیش میگیرن، باید صبور باشیم که بیت کوین روند سودی خودش رو آغاز کنه، ولی بیت کوین هم به دلیل اینکه تنش‌ها بین اوکراین و روسیه هر روز داره شدت میگیره نمیتونه روند سودی خودش رو آغاز کنه و همچنان به روند نزولی ادامه میده. به گفته کارشناسان در سال 2022 شیبا یک صفر دیگه میندازه و با انداختن این صفر مطمئنا سودهاین گفتی به هولدرهای شیبا تعلق خواهد گرفت و همچنین جایگاه شیبا با انداختن این صرف مطمئنه بهتر خواهد شد و جایگاه خودش رو ارتقا میده. اما این رو توجه داشته باشید، قرار نیست در سال 2022 شیبا به یک سنت برسه. این پروسه باید چند سال طول بکشه تا این اتفاق بیفته و با سودی شدن بیت کوین مطمئنن بیشتر ارزهای دیجیتال روند سودی به خود خواهند گرفت و شیبا هم روند سودی خودش رو آغاز خواهد کرد. پس باید منتظر بمونیم ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد، آیا این تنش‌ها از بین میره یا نه، و بالاخره بیت کوین آیا در این تنش‌ها روند سودی به خود میگیره. از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانالش رو هم فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید باخبر بشید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.